خمینی مال جمهوری اسلامی نیست. خامنه ای همیشه بیشترین کسی که در جامعه ایران سانسور شده خمینیه، بیشترین کسی که تحقیر شده خمینیه. یعنی جمهوری اسلامی بیشترین کسی، چطور کتابای این خمینی سانسوره؟ چطور چه رهبر کشور چطور سانسوره؟ سریال برای شاه میسازن، میگن شاه 2000 دلار دزدی. خب معلومه، مردم میگن بی‌ناموس، شما که خودتون میلیارد دزدیدین. اما اگر بگن شاه چقدر الماس خارج کرد، سندش جمهوری اسلامی داره، بده بیرون، مردم میگن چقدر بی‌ناموس بوده اینا. همیشه در سریالاش و برنامه‌های تلویزیونی تبلیغ شاه کرده، تبلیغ مجاهدین خلق کرده. اما خمینی که رسیده، خط قرمز خامنه ای و هاشمی بود و سانسورش کردن. ما باید حقیقت رو بگیم. یکی من میگه خمینی دزد بود، میگم کجا دزد بود؟ چرا دروغ میگی؟ ما سندی در طول تاریخ نداریم که خمینی پول دزدیده. خمینی خیلی سواد سیاسی داشت. اصلا سواد سیاسی نداشت. سواد سیاسی داشت که هاشمی اون وسط نمیتونه گولش بزنه. که تو برنامه قبلا گفتم، گفتم یه دونه زن میورد بهش دست میداد، یا نه یه بی حجاب میگفت سلام دخترم چطوری، همین، هیچ که دیگه حجابم اجباری نمیشد. خمینی سواد سیاسی نداشت. ما داریم تاریخ رو باز میکنیم که ببینیم چه خبره. سه تا شخصیت داره خمینی. خمینی قبل از تغییر رژیم، خمینی توی تغییر رژیم و تا مرگ، و خمینی بعد از مرگ. خمینی قبل از شاه چه شخصیتی داشت؟ تمام کسانی که روحانیت آخوندن در حوزه علمیان، در گروه های آخوند های متفاوتن، رسته های متفاوتن، دسته های متفاوتن، تمام آخوند هایی که شما میبینید 99% خمینی رو میدیدن انگار سگ میبینن. در خاطرات خمینی، در خاطرات دیگر آدم های مراجع شیعه میگن تمام آخوند ها از خمینی نفرت داشتن. خمینی آب میخورد از هر لیوانی، از اون لیوان آب نمیخورد. واقعا؟ یعنی تمام آخونده با خمینی مشکل داشتن زمان شاه؟ همه. چون خمینی نگرشش به مولوی و سعدی و حافظ نزدیکتر بود و اینا میگفتن شما نگرش عرفانی داریم. نجس بود خمینی. اگر مرد با شرفی تو مسئولین نظام الان باشه، فردا اینو میزنه تو کلاب هاوس، میزنه توی توییتر، میزنه تو فیسبوک، میزنه تو اینستاگرام. تمام آخوندها نفرت داشتن از خمینی، تمام آخوندها. استاپ، همینو باز میکنیم از خمینی. پس خمینی شخصیتی بود که تا قبل از تغییر رژیم همه آخونده ازش نفرت داشته. الان چی؟ الان تمام آخونده ازش نفرت داره. برو تو شیرازی های خارج از کشور، تمام مراجع ازش نفرت داره. مگه میشه حسینی؟ چیزی که از خمینی به شما توضیح دادن که خمینی آخونده آورده. اصلا خمینی با آخونده درگیر بوده، قبلش در زمان شاه درگیر بوده، در دوران انقلاب درگیر بوده، بعدش هم درگیر بوده. علت اصلیش نگرش خمینی و علاقه خمینی به وحدت وجود بوده. یعنی دعوای خمینی با تمام آخوندهای زمان شاه این بود که میگو من آقا وحدت وجودی هم، شما چی میگین؟ شما کسرت وجودی چی میفهمین؟ چطور شما میگی مولوی کثیفه، مولوی نجسه؟ مولوی رو با انبار برمی داشتن. گفتش که گفت چرا من قرار انتخاب شم؟ خب من چرا؟ گفت برای اینکه مملکت داره رو هوا و برای ایران تجزیه شه و قتل غارت بشه و احتمال داره که خیلی آدما بیان و حکومت بگیرن دستشون و تجزیه زیاد احتمالش. خمینی گفت خب پس چرا شاه رو برمی دارید؟
گفت شاه نوشته شده است دیگه، ولش داشتن، کارش نمیشه کرد، همه آماده هم. با این حال خمینی به حرف اون ریستارتیه گوش نکرد، یه نامه زد به شاه که شاه تو بمون ولی گوش کن حرفای ما رو. پس اول خمینی تلاش شاه نگر داره، چون فهمیده رو میخوان ایران تجزیه کن، ترسیده بود. همینطور که رفتن جلوتر اون ریستارتیه که ببین بازی تموم شد آقای خمینی، شاه گوش نمی کنه دیگه، این شاه داستانش تمومه. یواش یواش شخصیت خمینی عوض شد، گفتش که من دولت تعیین میکنم، من تو دهن دولت میزنم. این جملاتی بود که ابراهیم یزدی بهش داد و ایشون رو بردن فرانسه یارای فرح دیبا و حکومت آینده ایران، یعنی هاشمی اینا همه چسبیدن به این. و خمینی امام آغاز شد و اون ریستارتیه خمینی رو کرد رهبر ایران.